دوستای عزیز در هر گوشه و کنار دنیا هستین، جور و سلامت باشین. دوستای عزیز، امروز خیلی برنامه از ما و یاسمین جان متفاوت است. دیگه مو در برنامه فرهنگی دعوت است. دیگه انشالله را در باره از این برنامه باز با دوستا که در اونجا رفتیم صحبت مونه. دوستای عزیز، گفتنی از ما ایه که واقعا ما در خیلی برنامه فرهنگی و اجتماعی خیلی زیاد است از جامعه، از ما به خصوص شهر ملبورن استرالیا خیلی برنامه های فرهنگی اجتماعی زیاد است. حضور نونی حالا خیلی در اونجا کم است. دیگه ما شما دوستای عزیز خواهیش مونم که ما از تجربه خود که مگیم، ما تقریبا به اسلام یک سالم نمیشه که 25 آگست سوشال میدیا آمدم و عملا خلاصه همراه یاسمین جان و امید جان همین برنامه ها را به اصطلاح کار کردیم، چی خود ما و چی در برنامه های فرهنگی و اجتماعی مو به اصطلاح این نونه حالا حضور پیدا کرده. خیلی اینا کسی ایالی در باره فرهنگ از مو و عنانات از مو 100% نمفهمه، بسیار بهتر شدین. دوستای عزیز، ما شما را به اصطلاح از شما درخواست مونم، کسایی که به اصطلاح در خارج هستین، نونه حالای خود دست گرفته، خلاصه کسی در برنامه فرهنگی و اجتماعی ببرین تا اینا کسی در فرهنگ از مو آشنا زیادتر شنه. خوب دوستای عزیز، یاسمین جانم یک سلام کته دوستو. سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که چربه زهر من باشی. خوی یاسمین جان، یعنی برنامه فرهنگی که مو تقریبا از روزی که مو همی برنامه رو ثبت کده، تو یالی چی رقم تقریبا در کلتور از مو، در فرهنگ از مو، از دا چند کس مثال تو بهتر شده، خوب شده؟ یعنی از دا شماره بدی، دا کس یعنی 100% در باره فرهنگ و کلتور از مو مفاهمی، یک کمک مفاهمی، پنج نصف مفاهمی، در نظر تو تقریبا، یعنی منظور اینه که در باره یعنی چند روز پیش روز ایام عاشورا بود، اونجا رفتیم، دیگه کسی در برنامه فرهنگی و اجتماعی یعنی زیاد شرکت کرده، نه یالی کمی تو برنامه روش کده، چی رقم از دو چند میدی؟ یک نمبر انتخاب کده نظر تو چی خبر یالی مفهمی؟ نه این تقریبا از دو یک سکور بیدی. پنج. این دوستای عزیز یاسمین جان، اینال کسته در باره فرهنگ از مو، کلتور از مو به اصطلاح ید نمو فامید، اینال کس از دو به اصطلاح پن نمره داد که این خلاصه تقریبا نیمه نسبه در باره فرهنگ از مو، کلتور از مو به اصطلاح مو فامه. خب دوستای عزیز، مو را در ادامه بیننده باشیم. خب سلام دوستای عزیز، دیگه ما و یاسمین جان چنانچی در مسیر را همراه شما صحبت کردیم که مو در کجا موریم و در یک برنامه فرهنگی تشریف داریم، با خود خو خانم شکوفه باختری داریم که در باره از این برنامه همراه شما دوستای عزیز صحبت مونه که برنامه از چی قرار است. یک سلام درود خدمت شما و تمام کسانی که چینل یوتیوب شما را میبینه، امیدوارستم صد سلامت باشین. امروز برنامه بخاطر یاد بود از استاد واصف باختری هستن که ما متاسفانه چندی قبلیشون دست دادیم و یک تسلیت میتونم به تمام پارسی زبانان جهان. امروز برنامه را استاد نادر احمدی طرح‌ریزی کردن و امروز در شهر ملبورن تمام فرنگیان، تمام شعرها و نویسندگان میآیند و یاد از استاد واصف باختری میکنند، غزلیاتشان را میخوانیم، زندگی نامیشان را میخوانیم تا همیشه در ذهن نسلهای بعدی ما هم این باقی بمانند. تشکر. خوب خانم باختری، بسیار یک تشکر از معلومات شما. چون در این
برنامه آقای احمدی به اصلاح مورد دعوت کرده بود، دیگه زیادتر درباره از این برنامه نمیفهمیدیم. این مشه شما یک کوتاه یا یک کدام شعری یا یک زندگی نامه واسف باختری خیلی کوتاه همراه دوستا شریف بسازیم که زیادتر دوستا بفهمه که واسف باختری کی بوده. و استاد واصف باختری را فکر کنم دنیای فرنگی همه با نام ایشان آشناسند که ایشان در مزار شریف بلخ به دنیا آمدند و یک مدت طولانی را بالای شعر و فرهنگ کار کردند و همچنان در لایسی که اینا ادبیات در دانشگاه کابل به پایان رساندند، بعدا به کلمبیا امریکا رفتند و در اونجا هم مستری خود را به دست آوردند. تقریبا 6-7 اثر دارند و زیادتر کسانی که با واصف باختری همنشینی داشتن از جمله آقای سلام سنگی هستند که امشب از در برنامه هم هستند و شاید از مدت که با ایشان سفری کردم بسر کنند. من خودم شخصا ایشان را ندیدیم، اما یک پدرم وقتی که در دانشگاه طب کابل بودند استاد واصف باختری هم در اونجا دانشگاه ادبیات بودند و اینا دوستا بودند و همیشه سر عمو زمان هم استاد واصف باختری سر فرهنگ و سر زبان کار میکردن و میخواستن که جریدهایی داشته باشن. اشعارشان از سن 15 سالگی به سرودن شیر آغاز کردن که اولین شیرشان در مجله دیدار یا بیدار در مزار شریف به چاپ رسیده بود. خب واقعا یک دنیا تشکر خانم باختری، بسیار معلومات مفید بود. باز در کل خانم باختری دمی به خصوص شهر ملبورن خیلی برنامه فرهنگی ماشاءالله زیاد هستن و من خودم به عنوان که دمی سوشال میدیا هم دوم همین برنامه رو سخت کنم، حضور نونهالا و نوجوان ها خیلی کم هستن و از اون خاطر من خودم واقعا میخوایم که کوتا اگرچه این موضوع برنامه امروز مونسته، چون همین نسل آینده ما به اصطلاح امید زندگی ما هستن و همزو خاطر که هستن من یاسم اینجا دادم این برنامه فرهنگی و اجتماعی که از روزی که شرکت کرده کم بهش مفهمه خیلی به اصطلاح دلچسپی پیدا کرده این برنامه کس هست که شرکت کنه. یعنی از دیدگاه شما که در برنامه فرهنگی مورید شرکت مونیم ها و شما همین حضور نوری حالا را من خیلی واقعا کس در بایسراب خلال بایسراب احساس کنم و کسی نیست بایسراب نسل نو نمه و این خیلی لازمی است. یعنی از دیدگاه شما چی رقم است دوستار آیا دید برنامه نوری حالا باید شرکت کنه و چی اهمیت داره به نظر شما اگر نونی حالا شرکت کنه در فرهنگ از اون کلتور دیت مسائل های از بود گفت همه چی رقم است درگاهش؟ اول خود یک جان از شما سپاس که توی یک خدمات را انجام میدین و این یک کار بسیار خوب است و ما خود من انجمن فرنگی را تازه شروع کردیم که هفته بعدی هم برنامه فرنگی داریم و یاد بود از استاد واصف ما خیلی بخیر باز خود داشتیم. بسیار دوست دارم نسل‌های جدید بیارم به خاطر از اینکه هر قدر با فارسی را بشنن زیادتر آشنایی پیدا میکنن، هر قدر که در محافل که ادبی اشتراک کنن دلبندی به گفتگوشان پیدا میکنن. من خودم در برنامه بعدی جوانان را از کسانی که زبان فارسی کمتر آشنایی دارن من دعوت کردیم که بیایم تا گوششان آشنا شوند. باید ما سر نسل جدید کار کنیم. این بسیار کار خوبی بود. کارتون رو تشکر کنم. خب سر وقت کارتون رو یک برای تشکر کنیم.